رادیو تلویزیون میهن، فرکانس جدید ماهواره یوتلسات 7A7B at 7 degree east، ترانسپاندر A1، فریکونسی 10721 مگاهرتز، پولاریتی هوریزنتال، سیمبل ریت 22000، FEC 34. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز جمعه دهم مرداد ماه هست و 31 ماه ژوئیه، جولای، عرضم به حضورتون که این تقویم رو نوشته امروز عید قربان است. نمیدونم مگه حجی هم انجام میشه در این حالت کرونا؟ آیا ایرانی ها رفتن اصلا؟ فکر نکنم راشون دادن، چون امسال دولت سعودی اعلام کرد که حج رو بسیار بسیار محدود برگزار میکنه و یه شیوهی هم برای همین رفتارشون انجام داده بود، فاصله گذاری، ماسک و همه تمهیدات رو رعایت کردن، درست و عکس آمریکا و ایران، این دوتا برادر جانی برادر جونی چجوری باید تلفظش کرد نمیدونم. بعضی وقتا آدم تو این تلفظا گیر میکنه، نمیدونه کدومش درسته کدومش غلط، برای اینکه زبان فارسی واقعا شکر است. عرضم به حضورت که روزای جمعه در این ساعت دیگه میدونید که میریم سراغ عزیزانم در حزب سکولار دموکرات ایرانیان و در مورد مسائل و موضوعاتی که فکر میکنم سوال برانگیز است و ممکنه پرسشی باشد در این زمینه با این دوستان گفتگو میکنم. و این هفته هم مجدداً در خدمت آقای میلاد آقایی نازنین هستیم. ایزوید از طرف خودم شما خوبان و نازنینان از ادب و احترام کنم، سلام کنم با آقای آقایی و تشکر کنم از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما. درود بر شما جناب بهبهانی گرامی، خیلی خوشحالم که یک هفته دیگری از راه رسید و من دوباره همراه شما هستم و این سربلندی رو دارم که هم گفتار بشم با شما در برابر بینندگان و شنوندگان خوب شما. ممنون از این مقدمه زیبایی که تهیه کردی و گفتی. عرضم به حضورت که خب ما خیلی موضوع هست که بشه راجبش حرف زد. من فکر میکنم یه موضوعی که خیلی میشنویم این ور اون ور این بحث اتحاد و ائتلافه که آقا دیگه همه با هم بشیم و همه با هم دیگه دست به یکی کنیم و بریم بزنیم و نابود کنیم. خب این در این که بزنیم و نابود کنیم خیلی خوبه، اما این بحث اتحاد و ائتلاف این موضوع سوال برانگیزه واقعا و ممکنه خیلی ها بپرسن که چرا این ائتلاف صورت نمیگیره. برای اینکه بفهمیم که چرا این ائتلاف صورت نمیگیره، به باور من بایستی که اول خود این واحدها رو به صورت تکی بررسی کنیم و اون وقت متوجه بشیم که چرا اینا قابلیت جذب یکدیگر رو ندارن. به همین دلیل از آقایی خواهش میکنیم که اگه ممکنه تو این زمینه برای ما قدری سخن بگه و بپرسیم که چرا این اتفاق واقعا نمیفته، آیا علت در اصل ائتلاف یا در در دافعی اینها بیشتر از جاذبه‌شونه، چه مشکلی واقعا وجود داره که اون ائتلاف شکل نمیگیره، اون اتحادی که دنبالش میگردن پدید نمیه. به نظرت علتش چیه آقای؟ خب اگر خیلی
از آغاز بخوایم که بگیم، خود قضیه ائتلاف یعنی این که تلاشی یا کنشی برای به هم آمیخته شدن، همراه شدن، یکی شدن، یا در فرهنگ سیاسی به همکاری کوتاه مدت سپنج دوره دار میان چند گروه، حزب و یا ارگان سیاسی گفته میشه، کوالیشن. و این کوالیشن یعنی چی؟ یا اون چیزی که ما در میان همگان زیاد میشنویم، اتحاد همه گروه های سیاسی، و اگر که این اتحاد یک روزی به دست بیاد چه برجستگی بزرگی خواهد داشت، یا اون موقع نیرویی به دست خواهد اومد که مثلا جمهوری اسلامی نابود خواهد شد و از این دست چیزها. منتها تلقی درست از این که اصلا خود این همکاری و اتحاد چیست، تصور ما از یک همکاری چه هست، این ائتلاف یا اتحاد به چه گونه میتونه ساختار پیدا بکنه و اصلا میان چه کسانی باید ساختار پیدا بکنه و انجام بشه و به پیش بره. من بارها این پرسش رو از بسیاری از کسانی که چه در مهستان ما رو دنبال میکردن، چه در جاهای دیگه، دوستانی که به من ایمیل میزدن یا پیام میذاشتن، ازشون وقتی میپرسیدم، میگفت شما اگه بتونید بقیه گروه ها رو با هم جمع بکنید، مثلا این کاری که در مهستان میکنید یا حزب شما انجام میده به طور مشخص، چقدر عالی میشه و همه رو با هم بتونید گرده هم بیارید، خیلی خوب میشه. و میگفتم خب این همه با همی که شما میگید رو چند تاشون رو نام ببرید، میگفتن همه دیگه، و تنها از یکی دو تا گروه یا فرد سرشناسی که میشناختن نام میبردن و بقیه رو هم که خبر نداشتن. و من فکر میکردم که اصلا بس تلقی درستی وجود نداره نسبت به این که ما میگیم همه با هم. یک همه خیالی در پندار خیلی ها وجود داره که یک گستردگی فراوانی داره، و اگر اینها همه با هم بشوند عجب شاهکاری خواهد شد. مانند این که اگر ما یک دوغ ماستی رو در دریا بریزیم و اگر این دوغ بشه چه خواهد شد. این حالا نمونه‌ای که هستش که تو ادبیات فارسی ما زیاد میشنویم. ولی به مرور که من پیش رفتم در پرسوجوهایی که داشتم، بخش بزرگی از مردم تلقیشون اصلا از حزب یا سازمان سیاسی گروهی از برجستگان، الیت‌ها، سرآمدان هست که اینها دارای قدرت فراوانی هستند، دارای ثروت فراوانی هستند، اندوخته اجتماعی دارند یا در واقع پسندازهای مالی بسیار بزرگی دارند و روابط بسیار کلانی دارند و در راه خواسته هاشون میتونن اونها رو خرج بکنن، نیروهای بسیاری رو استخدام بکنن، به کار بگیرن و به پیش برن. و اصولا این احزاب یا این سازمان‌ها تعدادشون هم خیلی مهم، مثلا 4-5 نفرن، 10 نفرن، 20 نفرن و یا 2 نفرن، ولی یک جمع فراوانی هم میتونن هوادار داشته باشن، ولی کار اصلی رو همون چند نفر انجام میده. بخشی از مردم یا کسانی که دست کم من باهاشون خیلی در این چند سال گفتگو کردم، یک همچین نگاهی دارن، یعنی تصوری رو دارن که برای نمونه حزب ما یک حزب بسیار پولداری هست، روابط بسیار گسترده ای رو داره، ما الان مثلا تلفن قرمز داریم، ور می‌داریم، اون طرف خط آقای ترامپ گوشی رو ور می‌داره و ما مثلا در مورد شرایط ایران باهاش چانه می‌زنیم یا بهش خط می‌دیم، رهنمود می‌دیم، یا با اتحادیه اروپا به این شکل، یا نمونه‌هایی که در نشست‌هایی که در بروکسل برگزار میشه برخی گروه‌ها برپا می‌کنند. از درون ایران من خیلی پیام گرفتم که خب اتحادیه اروپا چرا این نشست رو دنبال نکرد یا جدی نگرفت یا از این دست چیزها، و این نشون میده که خیلی فکر خبر ندارن که اون ساختمون برای بسیاری از گروه ها میتونه در واقع رزرو بشه، شما برید نشستتون رو اونجا برگزار بکنید، به یک بهونه با یک پارلمنتری نماینده‌ای اونجا وقت بگیرید، یک روز تعطیلی رو اونجا گروه شما جمع شید اونجا در ساختمان پارلمان اروپا استفاده بکنید. ولی این به معنای نیستش که از این به بعد اتحادیه اروپا قرار هستش که سیاست‌های اون گروه رو به پیش ببره. تا اینجا ما
خواستم نشون بدم که تلقی از یک ساختار سیاسی چقدر گوناگون میتونه باشه. از سوی دیگه بسیاری هستند که میگن این دعوای اپوزیسیون این پایان ناپذیره، یا اگر یک روزی این دعوا پایان پیدا کنه یا این کشمکش پایان پیدا بکنه، پایان پیدا از بین بره و اینها بتونن با هم به یک توافق برسند، اون موقع ما تازه چشماندازی باز میشه که بریم به سمت جمهوری اسلامی و این حکومت ملایان رو از کار بندازیم. واقعیتش این هستش که بخش بزرگی از در واقع همه کسانی که این گونه نگاه میکنن فکر میکنن که این گروه ها اینها دارای پایگاه های مردمی هستن، احزاب واقعی هستن و اینها همون دارای قدرت و ثروت و توانایی هستن و اونها باید برن خواسته های من رو دنبال بکنن، بدون اینکه من بدونم که اصلا خودم دقیقاً خواسته هام رو چیده باشم که چی میخوام و از اونها هم خبر داشته باشم که اونها چی میخوام. ولی واقعیت قضیه این هستش که همین گروه های گوناگونی که در اپوزیسیون هست یا در پوزیسیون هستن، اینها همه مشغول کار خودشون هستن، خط خودشون رو کند یا تند یا آهسته یا با شتاب به پیش میبرند و ولی از بیرون که نگاه میکنین مانند یک میدانی میمونه که این خودروها همه دارن میچرخن و هیچ کدوم هم با هم همراه نیستن، هر کدوم هم دارن راه خودشون رو میرن، ولی در درون هر خودرو که بشینید میبینید نه، این هر کدوم مسیرش مشخصه، راهش رو میدونه که از چه جاهایی باید بره و حالا یک کسی خیلی کندتر میره، یک کسی تندتر میره، یک کسی نادانسته با آزمون و خطا میره، یک کسی با دانش بیشتر میره، ولی تقریبا سرنشینان هر خودرو نسبت به هم آگاهی هایی دارند که ما کجا داریم میریم. این کسانی که از بیرون تماشا میکنند هستند که در واقع باید تصمیم خودشون رو بگیرن، راه خودشون رو انتخاب بکنند، بر بگزینند و بعد ببینن که میان گروه های موجود به کدوم نزدیکترند، برن بهش نزدیکشن، کمکش بکنن، برن در اون خودرو و یا در اون اتوبوس همراه کسانی که در اون جاده هستند همراه بشن و هم نوا بشن که بتونن یک برجستگی بیشتری پیدا کنن. خیلی ها میگن که همه گروه های سیاسی بیان دست بردارن از خواسته هاشون و گرایش های سیاسی رو همه رو کنار بذاریم و بدون هیچ گونه اندیشه یا فارغ از هر تفکر یا از این دست حرفای اگر به راستی بگم پوچ و بیهوده، با از این دست شعارهای این شکلی ما بریم به سمت یک اتحاد. و وقتی ازشون میپرسه خب ما از شما در اون اتحاد چی میخواد، یک سری خواستهای سیاسی رو برمیشمارند. بنابراین شما اونجا میبینید که یک ستیزی با سیاسی شدن وجود داره، میگه که شما سیاسی نباش ولی بیا خواستهای سیاسی رو که من لیست کردم دنبال بکن. و حالا هر کسی، یکی با گرایش های چپ یه سری چیزهایی رو میگه، یکی با گرایش های راست، یکی بالاتر، یکی پایینتر، ولی یک چیزهایی رو در میون میگذارم. ولی قضیه این هستش که شما هر خواسته ای دارید نسبت که میخواید اون رو به شکل قانون یا در جامعتون برپا بکنید یا در حکمرانی کشور جاری بکنید یا قوانینی رو بر بنیاد اون به پیش ببرید یا قوانینی گذاشته بشه بر بنیاد خواسته های شما، همه اینها سیاسی است و شما یا در یک گروه سیاسی باید برید همراه بشید یا اگر ندارید باید برید گروه سیاسی خودتون رو راه بندازید. ولی من پیشنهاد نمی کنم گروه سیاسی خودتون رو راه بندازید، به خاطر اینکه اگر اونقدر نمیدونید که چه گروه های سیاسی وجود داره و این حرفایی که میزنید خواسته های سیاسی هست، بهتر است که نخست یک مطالعه بکنید و یک چرخی بزنید میان همه گروه ها، از حزب توده برید تا نمیدونم همه گروه های سرشناس یا آدم های خوشنام، بگردید ببینید که کدومش به شما میخوره. برخی ها گمان میکنن خیلی راستن ولی میبینن که با اندیشه های چپ سازگارترن و به وارون. ولی حالا ما فکر بکنیم که ما حالا میدونیم که راجب چه حرف میزنیم و میخوایم بریم سراغ ائتلاف سیاسی، یعنی گمان میکنیم که حالا بسیاری شناخت خوبی از حزب یا نهادهای سیاسی یا سازمانهای سیاسی به هر شیوهی که میشناسیم پیدا کردیم
و باید بریم به سراغ اون. نخستین که ما یک خود گروه های سیاسی باید یک شناختی نسبت به خودشون پیدا بکنن که چه چیزی رو در واقع چی هستن، چه چیزی رو نمایندگی میکنن. آیا واقعا احزابی که اسم حزب روی خودشون گذاشتن حزب هستن؟ گروه هایی که اسم سازمان رو خودشون گذاشتن واقعا سازمان هستن؟ یا اصلا سازماندهی ویژه‌ای دارن یا نه یک گروهی هستند که یک نشست هفتگی فقط با هم دارند و اونجا یک حالت محفلی با هم هست و یه حرفایی میزنن و بعدش هم همه میرن، هیچ بروز بیرونی و برای شناخت و همگانی و کنشی هم در کار نیستش، یا اینکه نه دارن کسانی هستند پیوسته در رسانه‌ها یا تلاش میکنن بنویسند، اندیشه ایجاد بکنن و یک خطی رو به پیش ببرن، یعنی یک جریان در واقع روشنفکری یا یک چیزی همانند این هستن. ولی بخشی از احزاب که منم از همون دست هستم، ما یک گفتمانی رو نمایندگی می‌کنیم که این گفتمان دقیقاً به خاطر اینکه در پروسه دموکراتیک نیستیم، در کشورمون نیستیم، نمی‌دونیم دقیقاً ما چقدر طرفدار داریم. بنابراین ولی با در بازخوردهایی که می‌گیریم و اثری که نسبت به سخنانمون و رفتارمون از جامعه به ما برمیگرده گمان میکنیم، فرمولی که ما پیشنهاد میدیم، گفتمانی که ما به پیش میبریم، برای نمونه گفتمان سکولار دموکراسی که من و حزب من اون رو دنبال میکنیم، این در جامعه طرفدارانی داره، کسانی هستند که اون رو میخوان، دنبال میکنند و بنابراین امیدواریم که بتوانیم برویم و این گفتمان رو به ثمر برسونیم و یک اون تبدیلش بکنیم به خواسته ها. و بنابراین ما تا اینجا تقریبا وضع خودمون رو شناختیم. ولی ائتلاف رو حالا برای چی میخوایم انجام بدیم؟ ائتلاف یکی باید ما اول بدونیم که برای چی میخوایم اصلا بریم با یک کسی همکاری بکنیم و یا ائتلاف بکنیم، و دو اینکه چطور میخوایم این کارو بکنیم. در بسیاری از موارد اصلا ما نمیدونیم چرا میخوایم ائتلاف بکنیم و یا چرا میریم سراغ این آدم باهاش ائتلاف بکنیم یا همکاری بکنیم. قضیه این هستش که ما گمان میکنیم که نیروی اندکی داریم و بهتر هستش که یارگیری بکنیم، کمپ خودمون، اردوگاه خودمون، گتو خودمون، هر اسمی روش میذاریم، این رو بزرگ بکنیم و گسترده بکنیم و در برابر دیگران یا بتونیم که برجستگی خودمون رو بیافزاییم. ولی واقعیت اینه که ائتلاف یک پشتوانه قانونی ممکنه بخواد، یا اینکه شما باید بدونید که دقیقاً به چه چیزی میخواید برسید و با چه گروه‌هایی میتونید نزدیک بشید و همکاری بکنید. برای نمونه شما اگر در کشور همین آمریکا رو نگاه بکنید، دو حزب جمهوری خواه و دموکرات ائتلافی با هم ندارن برای ریاست جمهوری انجام بدن، به خاطر اینکه برای تشکیل کابینه نیاز و برپایی اون نیازمند این هستیم که یک انتخاباتی برگزار بشه، فردی که هر حزبی به عنوان رئیس جمهور یا نامزد ریاست جمهوری پیشنهاد میکنه به چالش انتخاباتی بره، اونجا یکیشون برنده میشه و اون حق تشکیل یا برپایی کابینه رو داره و این هیچ ربطی هم به اینکه چند تا نماینده در پارلمان دارید یا در کنگره یا هر چیز دیگه ای نداره. و روند انتخابات و اون سیستم ویژه‌ای که حالا در آمریکا هست و در موارد رأی دادگاه، حقانیت برپایی کابینه رو به یک نفر میده که ما مثلا آقای دونالد ترامپ هستن یا در گذشته کسان دیگه ای بودن. در جاهایی که شما نیازمند رأی پارلمان هستید، قضیه این هستش که دولتی که قرار تشکیل بشه، کابینه، آیا سیستم توافقی هست یا نه. در سیستم‌های توافقی به این شکل کار میکنه که گروه‌های گوناگون اجتماعی بسته به اندازه رأی که در پارلمان دارن، توافقی پارلمانی، نسبت به اون شما در دولت و در کابینه هم میتونید که نقش داشته باشید، وزیر داشته باشید و مثلا بلوکی که قراره که کابینه رو برپا بکنه در سیستم‌های توافقی مثل بلژیک، مثل مانند سوئد، اسپانیا یا برخی از این دست، نیازمند این هست بسته به اون چیزی که قانون تعیین کرده، شما 70%، 50%، 40%، هر عددی که در هر قانون اساسی وضع شده،
مینیموم یا کمینه نیاز شما هست که اون مقدار رأی پارلمان رو داشته باشید تا دولت ائتلافی رو بتونید راه بندازید. و این اگر که اگر اون کمینه رو شما داشته باشید که خودتون میتونید راه بندازید، که در بعضی کشورها این عدد سختگیرانه تره، در برخی ها خب ساده تره. در برخی کشورها هم شما اصلا این نیاز رو ندارید، یعنی حزبی که بیشترین رأی رو در پارلمان داره یا بیشترین صندلی رو در پارلمان به دست آورده، اون حق برپایی دولت رو داره. برای همین شما در برخی کشورها این بحران قضیه دولت توافقی رو نمیبینید، در بعضی جاها میبینید. در بعضی جاها خوب هست که دولت توافقی وجود داره، به خاطر اینکه همه بخش های جامعه گمان میکنند که چه در قانونگذاری یا چه در بخش اجرا همراه هستند و همکاری میکنند با هم دیگه. ولی در برخی جاها همین سیستم میتونه که گره کار باشه و به دلیل اینکه احزاب با هم به توافق نمیتونن برسن و هر کدوم خواسته هایی رو در میان میگذارن که احزاب دیگه نمیتونن بپذیرن، خواهناخوا این توافق شکل نمیگیره، ائتلافی هم شکل نمیگیره. و مثلا شما در بلژیک یا اسپانیا میبینید که ماها دولتی وجود نداره و این یکی از اشکالات سیستم توافقی است. ولی خب میتونه خوبیایی هم داشته باشه، مثل هلند و سوئد که کمتر این مشکل بهش دچار میشن و یک همبستگی اجتماعی وجود داره و مردم به هم نزدیکن و حس میکنن که همکارانه و همدلانه در پیشبرد کشور همکاری میکنن. ولی مثلا در انگلستان این سیستم این شکلی، توافقی در کار نیستش، یک حزب میره و دولت خودش رو برپا میکنه. حالا ما ولی در اشکالی که وجود داره، ما اون سیستم حقانیت بخشی دموکراتیک که انتخابات و تمام اون فرایندی هستش که به برگزیده شدن کسانی که حقانیت برپایی دولت یا وضع قانون رو دارند نداریم، حالا به مشکل میخوریم. یعنی من حزب ایکس نمیدونم وقتی میرم با حزب ایگرک صحبت میکنم باید سر چی باهاش صحبت بکنم. دولتی ما نمیخوایم برپا بکنیم، ما قانونی رو نمیخوایم بر سرش توافق بکنیم علیه احزاب دیگه. مثلا ما حزب سرمایه‌داران هستیم، علیه حزب چپ که میخواد مالیات رو بر شرکت‌ها افزایش بده ما میایم با هم دیگه ائتلاف کنیم. یا ما حزب کارگران هستیم، با حزب چپ که خیلی افراطیه میریم ائتلاف میکنیم که اون بخش سرمایه‌داران که میخوان بیمه‌های همگانی رو حذف بکنن، ما میریم با اون علیه اونها و ائتلاف میکنیم که نذاریم اونها اون قانونی رو که میخوان اجرا بکنن تصویب بکنن و اجرا بکنن. یکی از مشکل‌ها اینه که ما وقتی در اپوزیسیون کنار هم میشیم نمیدونیم چی میخوایم. بسیاری از گروه‌ها نمیدونن چی و این سخن از اتحاد فقط اینه که ما با هم مهربان باشیم، خوب باشیم، لبخند بزنیم و خیلی هم برخی هم خوششون میاد و کسانی رو حتی من میبینم که میان یا میومدن در تلویزیون ها مثلا از سال 88 یا در سال دهه 90 و حتی قدیمتر. من یادم هستش که وقتی شوروی از هم فرو پاشیده بود و کشورهایی که زیر سایه شوروی بودن یکی یکی از اون سیستم کمونیستی بیرون می اومدن، انقلاب‌های رنگی و انقلاب‌های آوازی و از این جور چیزها داشت راه می‌افتاد در اروپای شرقی و کشورها سوئیچ می‌کردن به وضعیت دموکراتیک و انقلاب‌های دموکراتیک در اونها شکل می‌گرفت که بسیار زیر پشتیبانی و در واقع حمایت آمریکا بود. در اون شرایط خیلی ها در اپوزیسیون ایران گمان کردند که حالا وقتش هستش که چون بعد از حمله کویت هم بود و صدام هم سرکوب شده بود، خیلی ها گمان میکردن که آمریکا جهان داره میره به سمت تک قطبی آمریکایی و آمریکا نمیذاره که آخوندها در ایران در حکومت بمانند و ما اگه با هم یک ائتلافی بکنیم، یک اتحادی بکنیم چقدر خوب میشه و اینها. و همیشه از چپ و راست و فدایی و مجاهد و سلطنت طلب و لیبرال و مشروطه خواه و جمهوری خواه و همه اینها رو میخواستن با هم یک کاسه بکنن که همه ما با هم بریم و ایشالله که میریم با هم جمهوری اسلامی رو میگیریم. ولی هیچ کسی به بعد قضیه کار نداشت که آقا جان، گرامیان، دوستان، خانم های محترم،
قضیه این هستش که ما این کار رو در دوران جمهوری اسلامی هم انجام دادیم، ما یعنی همون کسانی که انجام دادن، یا نمونه این کار در دوران مشروطه انجام شد. اون چیزی که در واقع انجام شد این بودش که یک شریان قانونی وجود داره در این گونه جنبش های اجتماعی یا حرکت های بزرگ سیاسی که منجر به انقلاب ها و دگرگونی های بزرگ سیاسی اجتماعی میشه، و در روند اون خیلی ها فرصت رو میفهمن و دنبال میکنن و متوجه میشن که قدرت از سوی داره به سوی دیگه کوچ میکنه. گروهی که در حکومت هستن و حکمرانی میکنن دیگر توان نگهداری از قدرت رو ندارن و قدرت اجتماعی و در واقع نهادهای سیاسی دارن گرایش پیدا میکنن به یک کانون دیگری، و اینها مانند این گروه های اجتماعی و سیاسی کوچک و بزرگ، اینها مانند جویبارهایی که به یک رود کانونی میپیوندند، به اون میپیوندند، اون رو بزرگتر میکنند، در روندی که با هم میرن تا اون دگرگونی رو انجام بدن گمان میکنند که در یک اتحادی هستند، ولی واقعیتش اینه که اینها بیشتر جلب اون جریان کانونی شدن تا به سود خودشون برسن. برای نمونه بخشی از گروه های چپ در جریان انقلاب اسلامی اینها گمان میکردند که خب این جریان در واقع امپریالیست ستیزه، ساختار اجتماعی طبقاتی رو دوست نداره و دنبال نمیدونم از بین بردن شاه هست، و خب ما هم که خب هم اینا رو میخواییم، سر بقیه چیزها میتونیم توافق بکنیم. و این بودش که پیوستن به قضیه جریان اسلام سنتی ولایت فقیهی که به رهبری خمینی داشت پیش میرفت و کمک کردن، چه کسانی مانند قطب‌زاده چه کسانی، من نمیخوام خیلی وارد اون قضیه بشم، همه میدونن، ولی اشکال اینه که فکر میکنن که اونجا یک اتحادی به وجود اومد، ما زدیم شاه و انداختیم، ولی فکر نمیکنن که چه چیزی به دست آوردید. اینکه یک کسی انقلابو دزدید نبود، من این چیزی که من گمان میکنم اینه که از اول اونا بودن، شما میخواستید خودتون رو بچسبونید به اونها به گمان اینکه یک سودی هم شما به دست بیارید، بعد که به دست نیاوردید گفتید انقلاب ما رو دزدیدن. من این شکلی گمان میکنم. ولی یا مثلا در مورد مثلا مجاهدین خب خیلی همکاریا کردن اینها، ولی اون بافتار بنیادین اون حرکت یک مقداری اسلام سنتی بود، مجاهدین خب زاویه داشتن با این قضیه و یه رگه های چپی که داشتن و اون مسئله که پیش اومد و دروغ هایی هم که البته خمینی گفت تونست این گروه ها رو گولشون بزنه و راضی و همراهشون بکنه، بی اثر نبود، این حقیقت رو باید بگیم. ولی اینها وقتی به اون جریان اصلی پیوستند، خواستن سهم خواهی بکنن، نتونستند، و بعد وارد میدونیم که اتفاقاتی که سال 60 و پس از اون افتاد و پیامدهای اون رو تا امروز ببینیم. بنابراین یک چیزی که وجود داره، شما اگر که ندونید دقیقاً به چی میخواید برسید، صرفاً تاکتیک ها یا به صورت لحظه‌ای بخواید بر رفتار بکنید، این کارو میتونید بکنید. اگر میخواید که یک حزبی برای یک انتخابات به قدرت نرسه، این کارو سیاست رو برای یک ماه دو ماه میتونید پیشه بکنید. برای اینکه یک قانونی تصویب نشه، برای اینکه یک کسی نخست وزیر نشه و شما بتونید فشار بیارید یک نفر دیگه ای در دولت ائتلاف نخست وزیر بشه، ولی برای یک انقلاب که شما نه قبلش رو میدونید دقیقاً چطور پیش میره، نه بعدش رو میدونید چه چیزی پیش خواهد اومد دقیقاً، شما نمیتونید این کار رو بکنید. اگر بکنید شما یا به شورش میرسه یا اون چیزی که نمونهش رو در 57 دیدید. من نمونه 57 میگم نه اینکه به عنوان یک کار درست یا غلط، به عنوان نمونه یک کاری که انجام شده و به پیش رفته و پیامدهاش روشن و آشکار شده و میشناسیم، و اصلا قضای تاریخی رو نمیخوام خیلی واردش بشم، ممکنه هم از که بعضی جاها یک چیز رو اشتباه بگم. ولی برگردیم حالا به امروز ما. ما به عنوان نهادهای گفتمانی و یا نهادهای کنشگری که حالا گروه‌های پرگماتیستی که میخوان تظاهرات برپا بکنند، یک گروه‌ای میخوان برن در درون ایران یک کاری بکنن، اینها میخوایم با هم دیگه وارد یک همکاری بشیم. این همکاری به چه دردی میخوره و چه فایده‌ای داره؟ ما اومدیم گفتیم که
ما نگاه نکنیم که ما حالا جمهوری اسلامی رو میخوایم بندازیم، ما نگاه میکنیم به این که ما چی به دست میخوایم بیاریم و چگونه میخوایم به دست بیاریم. و سر قضیه سکولار دموکراسی هستش که ما میریم با کسی همکاری میکنیم. یعنی اگر کسی، گروهی، شخصی، هر نهادی فقط همینقدر که بگه آقا من بعد از جمهوری اسلامی سکولار دموکراسی میخوام، نخستین گام رو برداشته، ولی خب باز این همه این دلیل همکاری نیستش. در گام بعدی این هستش که ببینیم که اصلا ما ساختار وجودیمون، اون چارچوب‌های حقوقی که ما شکل گرفتیم هر کدوم از ما بر اساس اون، امکان همکاری به ما میده یا نه. در بسیاری از گروه‌ها تمام دار و ندارشون یک برگه کاغذ هست یا یک چیز، یک سایتی نوشتن، 5 تا قلم چیز اونجا نوشتن و میگن که ما بنیادمون بر سر این هست، مثلا حفظ تمامیت ارضی، یک پارچگی کشور ایران، پرچم سرنگ شیر و خورشید. هر کسی این رو بگه ما باهاش همراهیم، ولی ببینید که سالها اون صفحش اونجا داره خاک میخوره. یه چند نفر آدمهایی رو، دوستانی رو هم تونستن گرده هم بیارن، ولی عملا کاری نمیتونن انجام بدن. یا گروهایی هستن که مثلا میگن که ما برای مثلا فلان قبیله خودمون میخوایم کار بکنیم، ما آرمان ما به دست آوردن استقلاله، ما مثلا دنبال، ولی بسیار خرد و کوچیک و کم حرف میزن. بعضی هم نه، کامل اومدن روشن کردن، نوشتن، چندین صفحه توضیح دادن که این به نظر من خیلی خوب هست. یعنی شما هم به دیگران میگید که چه هستید، هم خودتون با خودتون روشن هستید و میدونید که کی هستید، چه کار میخواید بکنید، کجا ایستادید، به کجا میخواید برید. در اون راهی که میخواید برید و برای خودتون روشن هست، برای دیگران هم میتونه روشن بشه که آیا میتونن با شما همکاریایی داشته باشن یا نه. و این شکلی هستش که همکاری ها صورت میگیره. برای نمونه مرامنامه ها یا بنیادنامه های حزبی میان اعضایی که پیوستن یک گونه ای از قرارداد همکاری است و برای هر گونه کار و قرارداد و انجام کنش های میان حزبی، درون حزبی، بروز بیرونی معمولا به اون مراجعه میکنن. هرچه شما سندهای درون حزبی پیچیده تر و چند لایه تری داشته باشید، باعث میشه که درک و شناخت نسبت به خودتون بیشتر بشه. هر چقدر هم کمتر باشه، همیشه سر هر بزنگایی، سر هر تصمیم گیری، به خاطر اینکه بسیاری از نکات رو روشن نکردید، بسیاری از چیزها اونجا نگفته مونده، به مشکل میخورید. همین قضیه در همکاری هم وجود داره. در همکاری ها من در گفتگو با بسیاری از گروه های سیاسی بودم و شاید بگم برازمایی یا تجربه میشه گفت نسبتاً تلخی هست که بسیاری این گروه ها میگن که آقا بیاین ما فقط بر سر این 5 مورد با هم توافق بکنیم تا بزرگترین نیرو رو بتونیم به دست بیاریم. اما اصلاً به این توجه نمی کنن که شما هر چقدر قراردادتون کوچکتر باشه، ماده های کمتری داشته باشه، شاید در گام نخست شما گروه بزرگی رو بتونید گرده هم بیارید، ولی هر کاری که میخواید بکنید، سر هر پیچی که میرسید، نخستین تصمیمی که میخواید بگیرید، اصلا اولین بیانیه‌ای که میخواید بگید که آقا ما 2 تا گروه بر سر این 5 بند با هم توافق کردیم، همون یک اعلامیه‌ای که میخواید بنویسید، اونقدر از هم این در واقع نشون نمیده که شما یک راهی رو پیدا کردید که چقدر به هم نزدیکید. در واقع نشون میده که شما فقط در 5 مورد از 5000 مورد با هم توافق دارید و نتونستید یک راهکار یا نقشه راهی رو برای خودتون به وجود بیارید و همون در اولین بیانیه که حتی برای اعلام موجودیت خودتون میخواید بدید به مشکل میخورید، گره پیش میاد و شما میگید ما بنویسیم با عنایت به خاص ملت ایران، اون یکی میگه آقا نه ما با خاص ملت ایران چیکار داریم، ما مثلا طبقه سرمایه‌داران سرمایه‌گذار در سهام ماکارونی هستیم و ما میخوایم حرف اونا باشه اول، ما به همه کاری نداریم و همونجا است که شما به مشکل میخورید. اون یکی میگه آقا من طبقه کارگران مثلا صنعت آلومینیوم هستم، من میخوام که در اون زمینه
کار بشه، بگم با نوید به همه کارگران صنعت آلومینیوم در جهان، ما کارگران ایرانی صنعت آلومینیوم تونستیم در یک ائتلاف مثلا با کارگران مثلا یا سرمایه گذاران شرکت های ماکارونی قرار بگیریم. اینا رو نام ها رو برای فقط این میگم که ببینید که از چه طیف های آدم ها میتونن بیان. بنابراین شما وارد قرارداد که میشید باید یک قرارداد بزرگی بنویسید، یک کسانی باشند که اصلا فریمورک ها اون چارچوب های حقوقی و ساختاری دو تا حزب رو برن بخونن. یعنی اگر من قرار برم با یک حزب دیگری گفتگو بکنم باید بدونم که اصلا اون حزب ساختارش چیه، به چه شکلی به وجود اومده، پیشینش چیه، ارزش های در اون حزبی یا در اون سازمانیشون چه هست و خواستشون چه، به چه میاندیشن، امکان چگونه همکاری هایی هست. و من بازی چیز خیلی بدی که دیدم این هستش که مثلا من قراره برم با حزب ایکس یا سازمان ایگرک حرف بزنم، هیچ خبری ندارم که اصلا اونا اعضاشون کی هستن، فقط یک نفر از اونها رو میشناسم، هیچ نمیدونم پیشینشون چیه، قبلا چه کارها کردن، چارچوب حقوقیشون چیه، اصلا امکان همکاری وجود داره نداره تو اون چارچوبی که هستش و همه اینها. فقط میرم یه تلفن میزنم یا یک پیام میزنم برای اون آقایی که نماینده اون گروه هست، میگم من میخوام با شما حرف بزنم، بعدش هم میریم میشینیم صحبت میکنیم، حال شما چطوره، خوب هستین، انشالله که ما خوبیم، شما هم خوب باشید. یعنی حرف های کم کیفیت من بسیار شاهدش بودم که زده میشه بدون اینکه یک راست پرداخته بشه به اینکه آقا ما کجا ایستادیم، چگونه میخوایم بریم، به کجا میخوایم بریم و چگونه میخوایم بریم. فقط موضوع خیلی مهمی رو اینجا مطرح میکنی که حتی اون آدمی رو که شما رفتی سراغش نمیدونی که در این سازمان یا اون حزب یا اون سازمانی که او ازش اومده چه مقامی داره، چقدر اختیار داره، چقدر مسئوله. فقط این که شما اون رو میشناسی که این مال مثلا فرض کنید که من شما رو میشناسم که حزب جزو سکولار دموکرات هست، بله دیگه همین دیگه، بیشتر نمیدونم که شما آیا توان اجرایی کردن این موضوعاتی که اینجا مطرح میشه داری نداری. این خب خیلی مهمه که اینو بدونی و متاسفانه اینم یکی از اون نکات مهمه تو این جریان سازمان های ایرانی که منم دارم سال هاست دارم نگاه میکنم، دنبال میکنم، 20 ساله دارم تو تلویزیون باشون گفتگو میکنم، هنوز این برام حل نشد. در حقیقت ببخشید که دخالت کردم، ادامه نه خواهش بکنم. برای نمونه اون سه تا چیزی که من همین معمولا حالا بین گروه های مختلف شنیدم این هست که میگن اول سرنگونی جمهوری اسلامی، رفراندوم، بعد مثلا برپایی حکومت دموکراتیک. خب و اینو خب مجاهدین هم میگن، خیلی از سلطنت طلبا هم میگن، گروه های افراطی چپ، میانه رو، راست، راسته، همه جور گروه ها اینو تقریبا میگن، کمتر گروهی که اصلا از این سر باز بزن. تجزیه طلبا هم همینو میگن، میگن اول ما بریم حکومت رو بندازیم، بعد بریم رفراندوم بکنیم، اون تیکه خودمون رو مثلا جدا بکنیم، بعدش هم بریم دموکراسی مثلا اونجا راه بندازیم. خب دموکراسی هم که مثلا حتی جمهوری اسلامی هم میگه من دموکراتیکم، کره شمالی هم میگه من دموکراتیکم. یعنی این دموکراتیک بودن اصلا یک کلاس و پوز و یه موقعیتی هستش که شما حتی اگه در اوج دیکتاتوری هستید، یعنی وقتی شما وحشتناکترین و وحشیترین حکومت رو دارید مثل جمهوری اسلامی، یک مشت بربر وحشی بدور از شهریگری و تمدن هم که هستید، ولی باز میبینید که خب ما میگیم که ما دموکراتیم، یعنی خودتون میدونید وحشی بودن و بربر بودن و این رفتار حیوان مانندی که دارید اینها مایه سرفکندگی و شرمندگیه، بنابراین میگید که ما دموکراتیک هستیم، ما مردم سالار دینی هستیم، یک بامبولی در می، یک کلاه شرعی میذارید، چون دموکراسی خیلی با کلاس خوش رنگ و یک جوری مایه حقانیت یابیه. یعنی شما اگه بگی من دیکتاتور وحشی خونریز ستمگری هستم، همون چیزی که هستی آقای جمهوری اسلامی، اگه همون رو توصیف بکنی میدونی که در واقع مایه سرفکندگی و شرمندگی خودت رو فراهم کردی، ولی میای میگی که
مانند دزدی که خب نمیگه من دزدم، میگه که من یه آدم محترمیم و مثلا یک شهروند نیکوکار هستم، ولی خب هم میدونن یا اون دادگاه تشخیص میده که نه خیر، این یک یاغی وحشتناک و بربری هستش که حالا میخواد به جون مردم بیفته. بنابراین صرف این که گروه ها میگن ما دموکراتیک هستیم نمیتونه مایه همکاری میانه اونها بشه، به خاطر اینکه شما میایید با یک گروه دموکراتیکی میخواین کار بکنین که خیلی هم اصلا اس تو دموکراتیک تو اسمش هم هستش، همه سرانش هم فریاد میزنن که ما میخوایم جمهوری اسلامی دموکراتیک را بندازیم، ولی هیچ کاری نمیتونید باهاشون انجام بدید و به هیچ راهی نمیتونید، حتی شما میخواید برای اونها یه کاری انجام بدید، شما فکر کنید ما الان فردا بریم سراغ مجاهدین، اصلا ما چه کاری برمیاد از ما برای اونها انجام بدیم؟ اصلا ما حتی با افراد اونها نمیتونیم حرف بزنیم، یک فرقه ای هستن در درون خودشون میاندیشن، در درون خودشون ازدواج میکنن، در درون خودشون زندگی میکنن، نمیدونم کشاورزی میکنن، هر کاری میکنن، مثل دهکده یه که اهالیش یه قبیله که همه با هم میلولن و با هم زندگی میکنن، اینا کاری به کار کسی ندارن، ولی شما برید اونجا همیشه یک غریبه میمونید، مگر اینکه در اونجا وصلتی انجام بدید یا یه اتفاقی بیفته که اعتماد سازی بکنید شما رو جزی از خودشون بدونن، مثل برخی این قبایل بدوی که یک خارجی رو به شرایطی در خودشون میپذیرن. بنابراین اون راه هم انجام نشدنیه و پس کاری که باید کرد، پیشنهادی که من میدم اینه که همدیگر اگر که سازمانی دارید برید سازمان خودتون رو سازمانش بکنید، واقعا اگر که کاغذهایی که دارید اسناد در اون سازمانیتون کم هست اندک هست تلاش بکنید یا اون سازمان رو منحل بکنید، برید سراغ دیگرانی پیدا بکنید که اندیشمند هستن رو تونستن یک کاری رو انجام بدن، چون همه که قرار نیست ما مثلا 70,000 تا حزب داشته باشیم که، و سراغ حزب ما هم نیایید، برید سراغ هر حزبی که دوست دارید، ولی برید سراغ یه جایی اگر میتونید در توانتون هست ساختاری بسازید و که بشه باهاش کار کرد، خودتون بدونید که کجا هستید و به یه مقداری شاید زیاد باز گفتم چیزایی گفتم که این ائتلاف رو بد نشون داد، ولی واقعیت اینه که اگر شما بتونید که همکارانی پیدا بکنید، احزاب هم ارز و هم ساختار خودتون رو پیدا بکنید که میتونید با همدیگه کار بکنید، چرخ پنجم گروه های دیگه نمیشید و این امکان رو به شما میده که صدای رساتری داشته باشید، حرف های یکسان زیادی رو در دورهی که درش هستیم دارید، مثلا ما میریم سراغ گروه هایی که فکر میکنیم اینا شاید سکولار دموکراتن یا در این مرحله سکولار دموکراتن یا از این دست، یا مثلا حتی گروه های چپ و یا اینها، ولی ببینید که چقدر همکاریتون میتونه به پیش بره. در راه ایجاد همکاری نترسید، تلاش بکنید که اگر امکانش هست و تا جایی که میشه باید یک مقداری فلکسیبل باشید، ریخت قیافه یا اون نمود بیرون جایی که قراره بچسبه به اون یکی نهاد یا سازمان رو سازگارش بکنید، یعنی اگر در بنیادنامتون در قوانین درونیتون قوانین دست و پاگیری دارید که امکان این کار رو به شما نمیده اونها رو درستش بکنید، کاری بکنید که بشه همکاری کرد. یکی از ایراداتی که من در خیلی از گروه ها دیدم وقتی با هم حرف میزنیم، ما با خیلی ها حرف زدیم، این بودش که میگن که بیایید همکاری بکنیم و هر سازمانی کاملا همون چیزی که هست باشه و انگار که این همکاری وجود نداره، ما کاملا با حفظ همه اون چیزی که بودیم، شما هم با حفظ و نگهداری و فرم و همه اون چیزی که بودید. خب این واقعیتش اینه که انجام پذیر نیست، سخته، همکاری ها رو سست میکنه، به خاطر اینکه اگر من یک حزب محیط زیستی هستم و اومدم در یک همکاری با یک حزب لیبرال، یک مقداری برای اینکه مثلا جلوی چند تا حزب تندرویی که حالا اونها خیلی براشون محیط زیست مهم نیست یا میخوان خرابش بکنن اینا، ولی در همکاری با این حزب لیبرال میانه‌ای که کسانی هم هستن به محیط زیست اون تو اهمیت میدن یا این دغدغه رو دارن اینها، من میتونم از اینها کمک بگیرم که
قوانینی رو برای نگهداری یا پشتیبانی از محیط زیست در پارلمان به اجرا برسونم یا یک خواستهایی رو در یک مسیرهایی به پیش ببرم. اینجا من نمیتونم همزمان بیام به لیبرال ها، مثلا ما کلی هم آدم چپ داریم داخل حزب، مثلا محیط زیستی خودمون برای نمونه دارم میگم، این آدم های چپ ما به این لیبرال ها همین بام تا شام بد و بیراه بگن و بگن که اصلا اینها همه دروغ میگن، با اون گروه یکیه هستن و اینها در نهادشون سرمایه داران پلیدی هستن که میخوان این چیز رو نابود بکنن و اینها. بنابراین شما باید یک مقدار رفتارتون هم عوض بکنید، شما یک مقداری باید مراعات کسی که باهاش متحد شدید رو انجام بدید، مانند اینکه شما در خونتون مجرد بودید قبلا، هر کاری دوست داشتید، هر جوری دوست پوشاکی که دوست داشتید میپوشیدید یا هر هنگامی چیزی دوست داشتید به هر شکلی میخوردید برای خوراک روزانه، ولی وقتی با یک کسی زندگی میکنید یا با کسانی زندگی میکنید باید مراعات همدیگر رو بکنید. این ائتلاف هم تقریبا یک چیزی شبیه اونه. من میبینم که اصلا کسی نمیخواد تن به اون بده و شما وقتی که وارد یک ائتلاف میشید در احزاب مدرن و پیشرفته در دموکراسی ها، این همکاری باید از سطح قرارداد پاشو فراتر بذاره، کارگروه های همکارانه به وجود بیاد بر سر اهدافی که قراره به پیش بره، تا اینکه اون ائتلاف نپاشه. شما مثلا در یک دوره‌ای برای به دست گرفتن دولت میخواید با همدیگه ائتلاف بکنید، دست کم تو اون دوره‌ای که میخواید که در یک دولت ائتلافی هستید، برای اینکه وزرایی که معرفی کردید به اون کابینه اینها گره‌ای در کارشون پیش نیاد، استعفا ندن، اگر وزیری معرفی کردید که یک مقدار ناراحته یا کارهایی انجام میده که مایه دلگیری بقیه کابینه هست و کار بقیه رو سخت میکنه و امکان داره اون عوض بشه، این رو در گفتگوهای ائتلافی اون تیم گفتگو کننده با هم در میون بذاره، پیشنهاد وزیر جایگزین بدن و از این دست کارا. و این کارگروه ها، این همکاری هی باید میان بخش های گوناگون این دو تا سه تا هر چند تا گروهی که با هم ائتلاف کردن گسترش پیدا بکنه. ولی وقتی شما تلاش میکنید که بگید که ما همینی هستیم که هستیم، هیچ کاری هم نداریم با کسی، ما در استقلال خودمون هستیم، شما هم کاملا در استقلال خودتون هستید، و تو این شرایط خب همکاری شکل نمیگیره، این ائتلاف در حد یک لایه نازکی باقی میمونه و هر آنم سست و شکننده است و از هم میپاشه. بنابراین این ریخت پذیری، این نرمش رو باید داشته باشید. ائتلاف باید که با گروه های سازگار انجام بشه، یعنی شما اگر که کمونیست هستید دست بالا میتونید برید گروه های چپ میانه رو پیدا بکنید، دیگه نمیتونید برید با یک گروهی که طرفدار سرمایه‌داری خشن هست یا مثلا یک گروهی که طرفدار این هستش که اصلا مالیات ها یا لیبرتاریانه که مالیات ها رو میگه اصلا حذف بکنید و این خدمات عمومی رو نابود بکنیم، و با اون نمیتونید برید ائتلاف بکنید به خاطر اینکه به جنس شما نمیخوره، شما حقانیتتون رو از دست میدین اصلا و طرفدارانتون رو از دست میدین. اینجا ما به یک پدیده برمیخوریم که در دموکراسی ها به عنوان یک ایراد یا یک چیزی که یک چوب لایه چرخ است، ولی در اپوزیسیون ایران یه چیز خیلی عادیه. اینو من یه توضیح راجعش بدم. در مثلا شما در یک ائتلاف پارلمانی هستین یا در یک ائتلاف برای تشکیل دولت هستید، دو تا حزب این ور هستن، دو تا حزب هم این ور هستن، هر دو تا یک مقداری آرا رو آوردن ولی حق راه اندازی کابینه رو ندارن. یک احزاب کوچکتری همیشه در این ساختارها وجود داره که هر کدومشون دو تا، سه تا، 10 تا صندلی دارن در پارلمان و اینها نماینده های گروه های ویژه ای هم هستن، گروه های مذهبی هستن، گروه های یک سندیک های پیشوران ویژه ای هستن و دنبال به دست آوردن سود اون فقط هم بخش خودشون هستن، چون واقعیت رو میدونن که قدرتی ندارن. اینها اگر یک امتیازات، معمولا هم امتیازاتی بسیار بالاتر از اون سطحی که هستن به دست میارن، چون اون احزاب بزرگ خیلی نیازمندن به اینا، حاضرن مثلا طرف که فقط دو تا صندلی داره در پارلمان حتی حاضرن یه وزیرم بعضی وقتا بدن به این که این در اون ائتلاف باشه، چون اینا فقط مثلا دو تا رأی دیگه نیاز دارن تا اینکه اون اکثریت یا بیشینگی رو در پارلمان به دست بیارن.
اینها خیلی در واقع رفتارشون سیاله و هیچ اعتماد و پشتوانه‌ای به این گروه ها نیست. چرا؟ پشتوانه اجتماعیشون اندک هست و میدونن که خب چیزه. خود حزب خیلی کوچولو است، یعنی چند نفری هستن که اینها با هم دیگه یک حزبن و دو تا صندلی هم در پارلمان دارن و تمام قدرتشون هم همونه، مهره بازی دستشون همونه و هر کسی که به اونها قدرت رو تعارف بکنه به اون سمت گرایش پیدا میکنه یا سود بیشتری گمان بکنه، یعنی با شما توافق میکنه که ما با شما هستیم، اون گروه دیگه یا اون بلوک دیگه در پارلمان پیشنهاد میکنه که ما دو تا وزیر در کابینه به شما میدیم، قرارداد با شما رو کنار میذارن میرن سراغ اونها و صرفا براشون همین مهمه که چقدر سود به دست میارن. در اپوزیسیون ما تقریبا میتونم بگم همه گروه ها این شکلی هست، به خاطر اینکه پشتوانه اجتماعی روشن و آشکاری وجود نداره، اشکالی که هست گروه ها بسیار سیال عمل میکنه. یعنی اینکه چون مثلا ما در حزب سکولار دموکرات ما دقیقا نمیدونیم که اولا که پشتوانه اجتماعی ما چقدره، هیچ ابزار نظرسنجی نداریم بریم از هوادارامون بپرسیم که اگر ما با این حزب دست راستی ائتلاف بکنید شما خوشحال ترید، یا ما اگر با این حزب دست چپی ائتلاف بکنید شما خوشحال ترید، هیچ راهی وجود نداره. بنابراین در احزاب منطقی تر قضیه این هستش که شما خب میسنجید نسبت به اون حقانیتی که میخواید به دست بیارید که نسبت ادعا به در واقع اون چیزی که ارائه میدید هست، شما هر چقدر ادعاتون و اون کنش که ارائه میدید نزدیک به هم باشه شما حقانیت بیشتری از این جهت به دست آوردید، تنها راه همینه. وگرنه بسیاری دیگه از گروه ها خیلی راحت میتونن خط عوض بکنن، امروز با ما هستن فردا میره با یکی دیگه، پس فردا میره با یکی دیگه و حتی یه روز شما میبینید با مجاهدین رفته، یه روز با جمهوری اسلامی رفته. به خاطر به اینها من بعضی جاها رو میخوندم برخی منابع به اینا میگن پرایوت پارتی ها، احزاب شخصی مثلا شاید بشه به فارسی گفت، و این اشکالیه که داره، یعنی یک استراکچر یا یک ساختمان بزرگ پیچیده ای ندارن خیلی از این احزاب ما و تقریبا همه احزاب و گروه های سیاسی که این پشتوانهشون باشه و رهبران حزب یا مذاکره کنندگان اینها خیلی نگران این باشن که آراشون رو از دست میدن، ممکنه در انتخابات بعدی این کاری که دارن میکنن، اینکه از این ائتلاف بیرون میان یا وارد این ائتلاف میشن، مایه از دست رفتن آراشون میشه و اصلا همین نقشی هم که دارن رو باز کم رنگتر میشه یا از دست میدن. این یک اشکال بزرگ جاری هست. یه نکته ای هم بگم چون زمان داره افزایش پیدا میکنه، شاید این رو من در یک برنامه دیگه بیام تمام اینها رو باز بچینم کنار هم دیگه و از آغاز تا پایان این قضیه ائتلاف رو توضیح بدم، برگردم به سخنی که در آغاز داشتیم، قضیه همه با هم. در قضیه همه با هم که یک نوعی از ائتلافی است که به نظر میاد گروه های نزدیک به هم بپیوندن، وارد ائتلاف های کوچکتر بشن، این ائتلاف های کوچک دوباره به هم بپیوندن و یک نهاد بسیار بزرگ فراگیره که همه درش هستند رو بسازن. ولی میبینیم که این آرزوی براستی خام هرگز به دست نیامده. شاید من یک زمانی که جوان بودم فکر میکردم که این یه روشیه به وجود بیاد و اگر بشه که مجاهدین رو با مثلا سلطنت طلبان، حالا بگیم دو قطب رو، آشتی داد یا مشروطه خواهان با جمهوری خواهان آشتی بکنن و بعد اینا برن همگی با تجزیه طلبان آشتی بکنن، تجزیه طلبان بیان با اصلاح طلبان آشتی بکنن، بعد همه اینا با هم آشتی بکنن، بعد همه با هم برن جمهوری اسلامی رو بندازن، چی میشه؟ ولی یک مقداری در خیلی ساده اگر بگم، شما همینقدر که دامنه همه نمیدونید تا کجاست، برای همین نمیتونید کاری انجام بدید. یعنی وقتی میگید همه، اصلا نمیدونید سر همه کجاست، ته همه کجاست. و همین جوری همه رو که میخواید بگنجونید توش، یهو میبینید که خامنه ای هم اون تو گنجید. و بعد شما اصلا نمیدونید خب با کی بس بخواید این ائتلاف رو علیه کی تشکیل بدید. پس اشکال قضیه همه با هم، یکیش اصلا از نظر کارکردیه که اینه، سر و ته نداره. شما وقتی میگید همه نیروها بیان به هم بپیوندن، معلوم نیست همه تون چه کسانی هستن
و هر چقدر آدم بیارید باز یه کسانی هستن بیرون موندن. شما همیشه درگیر اینید که یه کسانی رو بیافزایید. اما از نظر منطقی اشکال دیگه‌ای که داره اینه که شما نمیتونید گروه‌هایی رو بر سر خواست‌های مختلف و همکار بکنید و همپیمان بکنید که کاملا از نظر راه و روش و منش جدا از هم هستن. شما نمیتونید یک جمهوری خواه افراطی ضد سلطنت طلب، ضد سلطنت رو با یک سلطنت طلب محمد علی شاهی دو آتیشه‌ای که میگه که اصلا ما یک شاهی نیاز داریم، این آقای مثلا جناب شاهزاده رضا پهلوی هم اصلا ما با اینشون هم کاری نداریم، ما یک نفر از ایل مثلا زندیه یا افشار یا قاجار باید بریم پیدا بکنیم، اینها مثلا یک گردن کلفتی باشه بزنه تار و مار بکنه همه رو نابود بکنه و مثلا یک کاری کشور انجام، ما یک شاه اون شکلی نیاز داریم. خب اینا رو که شما نمیتونید با هم همکار کنید و اگر اینها وارد یک همکاری بشن و به هم دست بدن، حالا سوان که نمیتونن کاری انجام بدن، ولی اشکال اول اینه که حقانیت خودشون رو از دست میدن، اون لجیتیمسیشون رو از دست میدن. یعنی اون آقای مثلا که دنبال سلطنت محمد علی شاهیه، خب طرفدارانش اون همراهانش رو برای این جمع کرده که دنبال اون جور سلطنته، و این کسی هم که دنبال جمهوری ضد اصلا جمهوری خواهیش یا حتی یک بهانه است و ضد سلطنت بودنش تمام هویتش رو تشکیل میده و این هم خب نمیتونه با اون همکاری بکنه، تمام طرفداران این و طرفداران اون میریزن، از بین میرن. یعنی اینا قرار بوده که بیان با هم متحد بشن، یه چیز بزرگتری اینایی که دارن رو دارن، یه گروه بزرگتری رو هم بتونن قانع بکنن که بیاین ما با هم اتحاد کردیم و به ما بپیوندین، حتی طرفداران خودشون رو هم ولی از دست میدن. اینه، خیلی فرمول ساده است که چرا اتحاد همه با هم پیش نمیره و پیش نخواهد رفت و هرگز هرگز تا ابد و دهر هم این اتفاق نخواهد افتاد. حالا برخی ها میان به من خورده میگن که نخیر در انقلاب اسلامی همه با هم بود، نبود نجزم نبود همه با هم بود، ولی نبود واقعا، نه هرگز نبود. ببین در دوران آخر ببینید همیشه این اتفاق میفته، وقتی که یک جریانی نزدیک به پیروزی میشه بقیه گروه های کوچیک خودش رو بهش به اون میچسبونن و نچسبوندن نجزم هیچکی نچسبید به هیچکی، حتی اونایی که میچسبونن میگن ما هم بودیم، نبودن. ببین عزیز من نبودن، به نظر من هم نبودن، نه هیچکی با هیچکی نبود، همه علیه هم داشتن میزدن، ولی مردم در داخل بیش وجدی اومده بودن، یه شوری مردم رو فرا گرفته بود و میرید یک دروغ هایی رم در طی تاریخ شنیده بود راجع مثلا یه اتوپیایی به نام اسلام، اونم نه همش، اونم اسلام شیعه، اونم نه همه شیعه، شیعه دوازده امامیه، نمیدونم جعفریه، نمیدونم اخباری و اینطوری، و این که مثلا یه علی وجود داشته، یه حکومتی داشته، نم پیاده را میفته، در حالی که آقای خمینی از روز اولی که اومد یه قدم هم پیاده را نرفت، و یه چیزی ذهنیت خیالی تو ذهنش بود، جامعه رو میگم، نه مرد، نه احزاب، نه شخصیت ها، نه اولا سازمان و احزابی به این صورت هم حتی اونا هم وجود خارجی ندار. اجازه بده این موضوعات رو بذاریم هفته آینده. من فقط اتفاقا یه نتیجه گیری از این حرف اگر بله پایانی رو بگم، که چون اگر اونو نگم یک مقدار قضیه به هم میریزه و این حرفا جمع نمیشه. بفرمایید. یک کلیدی پایانی این هست که آخر سر همه این گروه های اپوزیسیون هم به هم بپیوندند، هیچ چیزی به بار به نظر من نخواهد اومد تا وقتی که مردم همه با هم نشن. یعنی اصل کار مردم هستن، این مردم هستن که مثلا وقتی آقای ترامپ انتخاب میشه یک بخش بزرگی از مردم همه با هم، اینها اون بخشی که جمهوری خواهان هستن یا طرفداران آقای ترامپ هستن، ناسیونالیست ها یا وطن دوستان آمریکایی هستن یا به هر اسمی که روشون میذاریم، و گروه اینها با هم همبسته میشن، میرن علیه مثلا دموکرات ها و نامزد دموکرات ها و مثلا خانم هیلری کلینتون تبلیغات میکنن، کار میکنن، اونا هم با هم همبسته میشه، اینها با هم در رویارویی با هم اونا برنده میشن در یک رقابت انتخاباتی، در یک جنبش اجتماعی که قراره که به یه انقلاب برسه.
حالا ما میگم انقلاب، خیلی ها فکر من انقلاب یعنی خون و تفنگ و اینها، نه، انقلاب انقلاب هایی داشتیم، سوت زدن یا سرود خوندن و انقلاب شده. انقلاب یعنی منقلب از روی به روی دیگر برگشت، یعنی یک نظام نظم اسلامی بربری دارید، این سیستم بربریزم رو ما میخوایم تبدیل بکنیم به سیستم دموکراتیک، و این سکولار دموکراسی وقتی به وجود بیاد خب یک انقلاب سیاسی انجام شده دیگه، این سیستم کلا چرخیده، بنابراین شما حتی میتونه حکومت استعفا بده عوض بشه، باز یک انقلاب شده وقتی که سکولار دموکراسی برپا بشه. ولی مسئله اینه که این نیاز به پشتیبانی مردم داره. اگر همین حالا بخش بزرگی از مردم ایران، بخشی که توان انجام کار داره، توان اجرای انقلاب رو داره، میلیونی در خیابون‌ها بریزن و پشتیبانی خودشون رو مثلا حتی از دورترین ایده، مثلا من مجاهدین رو میگم، بگن خب مجاهدین فردا میره تو ایران حکومت رو به دست میگیره، اگر از آقای رضا پهلوی، آقای شاهزاده این کارو بکنن، ایشون میره به دست من. ما از ما انجام بدن یا از هر گروهایی که نزدیک به من، قضیه آخر مردمه. این دقیقاً نکته هم که شما گفتید به این اشاره میکرد و مردم هستند که باید راه خودشون رو انتخاب بکنن، یک روش و ایده رو انتخاب بکنن. بسیار ممنون. حتما هفته آینده این بحث رو دنبال خواهیم کرد، به نکات جالبی رسیدیم، امیدوارم که بتونیم همراه شما این راه پرپیچ و خم رو ادامه بدیم. از اینکه مهر میکنی و این وقت رو در اختیار ما قرار میدی تا از تجربه و دانش شما استفاده کنیم، مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، همفکرانت در حزب سکولار دموکرات، جنبش سکولار دموکراسی ایران و همچنین مهستان سکولار دموکرات ایران آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. ممنون از شما آقای. سپاسگزارم از شما. خوشحال بودم که در یک برنامه با شما بودم. پاینده باشید و بدرود. ممنون از حضور شما. به هر حال دوستان شنیدیم فرمایشات آقای نازنین رو، امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه ها چون سایر برنامه های تلویزیون میهن و رادیو تلویزیون میهن در حقیقت مورد توجه شما قرار گرفته، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش های مختلف سایت استفاده کنن. از اینکه دنبال کردی ممنون و سپاسگزار شما هستیم. اپلیکیشن میهن یادت نره، از حمایت مالی هم ما رو محروم نفرمایید. متشکرم.